خبر از خراب تر کرد جراحت جدایی بسم الله الرحمن الرحیم. در مذهب یهود این هست که نخست خداوند در مورد این به بنی اسرائیل می‌فرماید نخست زاده مال شما مال منه. خدا میگه که فرزند بزرگی که اول به دنیا اومد و حتی گوسفند حیواناتی که داشتین اول زادش مال منه، یعنی خداوند که باید بنن. شاید هم این رویه که در بنی اسرائیل بود از فرمایشی که خدا به حضرت ابراهیم فرمود استنتاج شده. در قرآن هم آمده است که بعد از اونکه حضرت ابراهیم رو امامت داد خداوند، فرمود خلیل خدا شد، فرمودین کلمتون فی عقبهی، قرآن نقل کرده که این مطلب رو در نسل او باقی گذاشت. یعنی تمام بزرگان بعدی از نسل حضرت ابراهیم هم. حضرت ابراهیم هم در الان نسل حضرت ابراهیم در تمام دنیا هست. این مژده‌ای بود که حضرت خداوند به ابراهیم داد، ولی از لحاظ ما الان ما نمیدونیم کی نسل ابراهیمه کی نیست که پیش خودمون یه حسابی بکنیم. ولی به همین قاعده این در اعراب هم آمد. اعراب قبل از اسلام خب زیاد تمدنی یا معارف و فرهنگی نداشتن، بیشتر تحت تأثیر فرهنگ یهود بودن، یعنی یک جامعه پیشرفته و دارای فرهنگی. در عرب هم همین رسم شد و حتی بعدن این رسم خوب در تمام بیشتر این ممالک و مللی که بود ایجاد شد. در عرب هم همیشه رئیس قبیله بود، فرزندش رئیس قبیله میشد، فرزند ارشدش. البته گاهی اوقات خب یا این قاعده رو به هم میزدن به یعنی یک نفر تسلط خاصی پیدا میکرد و اون که قدیم بود به هم میزد، ولی همیشه این رعایت میشد. به همین حساب و روی این فرهنگ در زمان ائمه ما علیهم السلام همیشه خلفا چون یکی از جنبه خلافته که به خود به خیال خودشون و به ادعای خودشون خلافت الهی و خلافت شرعی بود، از اون جهات خب میگفتن
غالبا فرزند اول امام میشد و حالان که در خود امه ما همیشه این رعایت همیشه اینجور نبوده. یکی از جهت خانوادگی چون خلفا خلفای اولیه بنی امیه که اصلا از بیخ با همه اسلام بد بودن از اول، بعد از اون هم بنی عباس شد. بنی عباس خود عباس حضرت عباس از صحابه پیغمبر بود، عموی پیغمبر و خیلی معتقد و دیندار، ولی خب بعدن بنی عباس روی همون حسابی که رقابت داشتن با بنی هاشم که ائمه ما باشند با اینها یه دشمنی هایی میکردن. هر خلیفه‌ای مراقب بود که امام فرزندی نداره، اگه فرزندی داشته باشه اون فرزند رو از بین میبردن تا بتونن. البته به استثناء اون اولها که نیروی اونها ضعیف بود و هنوز نیروی بنی هاشم قوی بود، اولا بعد کم کم تضعیف شده. به این جهته که بعد از حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا هم مأمون، حالا آدم از نیت که خبر نداره، نمیدونه نیتش، ولی دو احتمال میره، یکی این که خواسته از حضرت رو بکشونه به دارالخلافه که دم دست باشه، اولا فرزندی اگه داشتن بدونه، و ثانیا رفتارشون رو کنترل کنه. بعضی ها میگن که معتقدم که نه، واقعا مأمون در اولی که ارجاع کرد خلافت رو، ولایت اهدی رو، حسن نیت داشت، به دلیل اینکون اول هم خود خلافت رو پیشنهاد کرد، خواهش کرد که من استعفا میدم شما خلافت رو بگیر. بعد خلاصه که ایشون قبول نکردند آمد به ولی اهدی. ولی در این بعد از اون چون هارون الرشید در همه چیزاش خب با حضرت امام موسی کاظم خیلی هم احترام میکرد، یبن ام میگفت یا پسر امو، حضرت هم هرگز به اینا نمیگفتن، به ایش کنم از اینا امیر المومنین میگفتن یبن ام پسر امو. این احترامات رو میکرد، ولی خب همون جوری که به مأمون گفت اینا نباید قدرت داشته باشن، ولی احترامشون به جای. بنی عباس که میخواستن خلافت در خاندانشون باشه خیلی دلشون میخواد خلافت کماکان در بنی عباس بمونه، و چون بنی هاشم رو ائمه رو دشمنی خودشون خیال میکردن، او با اونها بد بودن، و به این جهت مصلحت الهی بود که بعد از حضرت رضا حضرت امام محمد تقی که تعیین شدن
بنا به امر الهی مخفی بود. منتها حضرت امام رضا و بعد از ایشون هم حضرت امام متقی نمایندگان خاصی تعیین کردن. حضرت رضا چون ولیعهد بودن بیعت نمی شد بگیرن جلو به معروف کرخی اجازه دادن که عیناً مثل من بیعت بگیر به نام من. معروف هم هرگز ادعا نکرد که من همه کاره هستم. افتخارش این بود که دربان حضرت رضا مشاور نزدیکشون. همین وضعیت ادامه داشت. بعد از معروف ابوالسری سقطی این اجازه داشت از امام وقت خودش اجازه داشت و منتهی که اسم امام رو مردم دقیقاً شاید نمی‌دونستن. می‌دونستن امام به این اجازه داده و همینجور بعد جنید وقت دادی. اینها در واقع در زمان خودشون که بودند وقتی که بعد از نبود به امام مخفی بود اینها اختیار کامل داشتن. به همین جهت هم در خطبه که گفته میشه اسمشون گفت برده میشه برای اینکه بعضی ها دوچار اشتباه نشوند. بگویند بین امام رضا و بعد خلأ بود. شیعیان که روی اعتقاد چیز میکنند ولی برای محققین همون جوری که با همین وجود خیلی ها خیلی چیزا الان میبینید در انفصال سلسله ها سخنرانی ها میکنند، حرف ها میزنند. برای اینکه حتی المقدور دچار اشتباه نشن اینو در خطبه و در کتاب هم ذکر میکنن. به این جهت نه این از این طرف این برای اینکه سلسله معلوم بشه پشت سر هم هست از سلسله انبیا علیهم السلام و بعد سلسله اولیا همیشه هست، ولی به عکس دشمن وقتی دشمنی میخواد بکنه همین رو دلیل میگوید که معروف کرخی رو اینها امام میدونن. نوعی بعد معروف کردنن کرخی نه هیچ کس از پیروانش او را امام میدونم و نه خودش هم که ادعایی دار. خود معروف سری سقطی و جنید بغدادی افتخارشون این بود که از طرف امام وقت منصوب هستن و اختیاری داشت. اینه چون این توهم پیدا شده در اثر تبلیغات اینها که کردن، تبلیغات دشمن که از اول این کار اینه باید توجه داشته باشه و جهت اینم که اسامی منتها در ردیف ائمه گفته نمی شود. جداگانه دیدید که گفته میشه ولی در ردیف همه گفته نمیشه که این مسئله رو رعایت بفرمایید.
توجه بفرم. خواهم که خاک راه شوم زیر پای تو، خواهم که خاک راه شوم زیر پای تو، تا ذره ذره همه گیرد هوای تو. آیم چو گرد بر سر راه تو افتم، شاید که بوسه‌ای برو بایم ز پای تو. تو چرمغان یاری که به دوستان فرستی، چه از این به ارمغانی که تو خیشتن بیای. ها چه هزین به هر مغانی که تو خیشتن بیایی. ای دوست